داستان زندگی یک مجرم زن. از قتل که انجام دادم پشیمان نیستم. نویسنده فرشته غنی. گوینده داستان اجمل غفوری. سلام های مرا پذیرا باشید عزیزان. آرزوی صحتمندی و تندرستی هر یکتون را دارم. سپاسمند استم از همراهی و از پیام های نیک و صمیمانه تک تک شما خوبان. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را همچنان فشار بدهید. آغاز داستان. یک مدت فکر میکردم به خاطری که من زیاد قیدگیری میکنم او ای قسم پنهانی همه کارایش انجام میده. مام آرام ننشستم. هر چند وقت بعد یک بار به صفحات اجتماعی که کار می گرفت سر می زدم. بعضی وقتا همه چیز عادی به نظر می رسید. ولی بعضی وقت یک چیزای پیدا می کردم که ناراحت می ساخت. مثلا با رفیقایش قرار می گذاشت که با هم چکر برن. اما همون روز به ما گفته بود که به دیدن پدر دوست می رم که مریض است یا دفتن در دفتر برم کار پیش آمده. یک جلسه از باید همه ما حاضر شویم. به خاطر وضع امنیتی. نمیشه که نرم. ما به حرفش باور میکردم ولی یک باره نصف شب به فکر میامد که شاید ای بارم دروغ گفته باشه. میرفتم به چت گروپ های شخصیش. از ای که مرا فریب داده و رفتن تا خوش بگذرانن به خودش میبالید. ای کار سخت به ما تأثیر منفی میکرد. من هیچ وقت نمیخواستم او چیزی ازم مخفی کنم. شاید برخی شبها یا روزها نمیگذاشتم که بره با رفیقایش بایی بر همیشه محروم نبود. نمیفهمیدم محدودیتای ما باعث میشد برم دروغ بگویه یا او عادت کرده بود. مرا فریب بده و هر آن کاری که دلش میخواست انجام بده. عنایت کسی نبود که قدر بی پروای ما باشه. نمیفهمم یک باره چرا شد. او هیچ وقت عمل نداشت. مثلا سگرت هیچ وقت ندیده بودم کشیده باشه. یک باره بازم از امی چتایش خبر شدم که به رفیق خود گفته بود که چرس کشیدن او شب زیاد کیف کرد. قسمی که از گفتگوی دو طرف معلوم می شد دو بار بود که با هم چرس استفاده کرده بودن. به من هیچ چیز نگفته بود. شنیدن این خبر خیلی مرا ناراحت ساخت. با واقعیت زیاد گریام کردم. نمیخواستم که زندگی عاشقانه ما به یک ماتم سرا تبدیل شوه. استفاده از مواد مخدر شاید برای لحظات برای عنایت و دوستایش لذت بخش بوده باشه. ولی سوال مکمل زندگی ما دمیان بود. من ناراحت شدم. هیچ چیز نگفتم. بازم خیلی عادی رفتار کردم. مثل که هیچ گپ نشده باشه. من رمز موبایل عنایتم میفهمیدم او هم پنهان نمیکرد. هیچ وقت این رمز را تغییر نداده بود. چون ما هیچ وقت به او نشان ندادم که موبایلش را گاهی چک کردیم. شاید او هم فکر میکرد که اصلا رمز موبایلش پیش ما نیست یا فراموش کردیم. کاری که مکدومی بود که از هر حرفی که او زده بود اسکرین شات گرفتم. با موبایل خودم میفرستادم. دوباره از چت او پاکش میکردم. از موبایل خودم هم در کمپیوترم در یک فولدر ذخیره میکردم. هر بار این کار را میکردم. اصلا ذره عکس العمل نشان نمیدادم. همه چیز را درون خودم میریختم. هر بار با دیدن سرنخهای دروغ شوهرم گریه میکردم. ما هم دیگه خود دوست داشتیم. عاشق هم بودیم. و ازدواج ما هم عاشقانه بود. زیاد خوش بودیم. واقعا اگه او با ما دروغ نمیگفت و قدر حالم بد نمیشد. با گذشت هر روز و با بدست آوردن چتای بیشتر که از او بدست آوردم نفرتم نسبت به او زیاد می شد. ولی نمی فهمیدم چی باعث شده بود که همه ی حرفا را در قلبم نگه دارم و رفتار خیلی خوب با شوهرم داشته باشم. دروغایش زیاد و زیادتر شد. دیگه اگر در چت گروپایش سرنخ از چرس کشیدنش پیدا نمی کردم از بوی آستینش همه چیز فهمیده می شد. او هوشیار بود. وقتی به خانه می آمد نمیدانم کجا ولی دندانایش حتما برس می زد. شاید هم ساجق می جوید. خلاصه فهمیده نمی شد و چیز دود کده باشه.
ما آستینش بوی میکردم. هر بار که آستینش بوی چرس میداد میفهمیدم بازم استفاده کرده. بعض وقتا به خاطری که او را بیازمایم به او میگفتم که احساس میکنم بوی چرس بیتی. امرای کدام چرسی بودی؟ او عصبانی میشد و میگفت ای گپا چیز که میزنی؟ اما رفیقایم را میشناسی، همه آدمای خوب هستن، اهل چرس و مواد مخدر کسی نیست. مام لبخند میزدم و طوری نشان میدادم که باورش کردم، ولی او به کارایش ادامه داد. به حدی رسید که بر خوشگذرانی خودشان به محافل میرفتن که اونجا دخترای رقاصه میرقصیدن و تا صبح در خدمت اینا بودن. هیچ وقت رفتارش با ما تغییر نکرد. هنوزم همون رفتار عاشقانه را داشت. برم تحفه می خرید. وقت به خانه برمی گشت با پیشانی باز با ما صحبت می کرد و وقت دفترم می رفت هر روز مرا می بوسید و از خانه می برامد. ما شبها وقت همه خواب می بودن سراغ موبایلش می رفتم. هر بار سکرینشات نزد خودم جمع می کردم. حتی عکسایش دیدم با زنی که نیمه برهنه است و در کنارش نشسته، دهنش پر از دود است. ای همه را فقط وقت تازه با رفیقایش چت کرده بود پیدا کرده می تونستم. بعدن که موبایلش می دیدم گفتگوها پاک شده بودن. من نمی فهمم چی شده بودیم. تا ای زمانم صبر کردم. منتظر ماندم که کی از کارایش پشیمان می شه. چون عنایت هیچ وقت همچنین آدم نبود. با این حال خیلی سرم فشار می آمد. حتی بخاطر فکر کردن زیاد و ناراحتیم شبها خوابم نمی برد. سرم درد می کرد. بعضی وقتا سخت رگ گردنم درد می گرفت. آهسته آهسته نفس تنگی برم پیدا شد. در روز روشن کابوس می دیدم. عنایت با او زن می دیدم که در اتاق خودم مقابل چشمای می رقصن. صدایشان همیشه در گوشم بود. در حالی که در خانه سکوت مطلق حاکم می بود. ما سر و صداهای او محافل را میشنیدم که شوهرم در او اشتراک کرده بود. دیگه تحملی حالت نداشتم. برای همی با یکی از دوستایم که اسمش خدیجه بود و با هم دوستای خیلی سابقه بودیم در اشتراک گذاشتم. او خودش خیلی از رازهای زندگیش را با ما در میان گذاشته بود، ولی من همیشه نشان میدادم که آدم خوشبخت هستم. خوشبخت بودم تا وقتی که عنایت قدر زندگی ما را ندانست و شروع به دروغ گفتن کرد و بالاخره گپش به خیانت رسید. با خدیجه که شریک میکدم همیشه گریه میکدم و نمیفهمیدم که چی کنم. او برم گفت از این که از این بیشتر به تکلیف روانی دوچار شوی با شوهرت گپ بزن. دلیل خیانت و دروغاش بشنو. با هم حرف بزنین. اگه تانستین کنار بیاین دوباره به زندگی عادیتون ادامه بدین. اگه جور نامدین جدا شوین. گفتم پس اولادایم چطور میشن؟ من دو کودک دارم. خدیجه برم وعده داد. گفت که کوشش میکنه کسی را پیدا کنه که در محکمه کار میکنه تا فیصله محکمه را به نفع من تغییر بده. اگه میخواستم طلاق بگیرم در غیر او با زندگی کنار عنایت رضایت داشته باشم باید تضمین شده باشه که بار دیگه ای کار نکنه. مام احساساتی شدم. شب که عنایت آمد و مثل هر شب دیگه با ما عادی رفتار کرد ازش خواستم که هر آن چیزی که تا او لحظه برم دروغ گفته را بگویه. گفت هیچ چیزی را از تو پنهان نکردیم. گفتم ما موبایل تو را دیدم. خیلی چیزا بود که پنهان کرده بودی. عنایت گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا چی داری در موبایلت؟ گفت اگر تو رفتی چت گروپ ما و دوستای ما چک کردی یک اشتباه کردیم که رفیقایم زیاد چله شدن. ما مجبور شدم چرس بکشم. گفتم یک بار کشیدی؟ گفت نه خیر دو بار کشیدم. گفتم به سر پسر ما رضوان قسم بخو. عنایت رضوان خیلی دوست داشت، ولی با این حال قسم خورد که فقط دو بار چرس استفاده کرده. او رام پشیمان است. این قسم باعث شد که خیلی عصبانی شوم. ما همه ای بغض و غصه هایی که در دلم داشتم را بیرون ریختم. خیلی عصبانی شدم. هرچی به دهنم آمد گفتم. چون حداقل من اسکرین شات 6 مورد استفاده از چرس او را داشتم که بعداً با رفیقایش در او مورد گپ زده بود. برش گفتم پس اتوری که دروغ میگی بیا من چیز نشانت میدم. برای تو
جان ما و اولادای ما ارزش نداشت. قسم دروغ خوردی. تمام عکسایی که از جریان صحبتاش با رفیقاش کرده بود، حتی عکسایشان با زنای نیمه برهنه را برش نشان دادم و برش گفتم که ایره ببین، تو بودی که زندگی ما را تباه ساختی. حالا ما از تو طلاق میگیرم. تو به همین کارهای ادامه بدی. عنایت هیچ چیز نگفت. به عکسا خیره ماند. مام صبح که شد همانطور که گفته بودم خانه پدرم رفتم. مدت 2 ماه اونجا بودم. اولادای مام با ما بودن. اصلا انتظار نداشتم که عنایت بیاید دیدنم. با وجودی که تصمیم خودم گرفتم که طلاق بگیرم، اما نمیفهمم چرا وقتی رفتم تا عریضه طلاقم را بتم دلم نخواست به خانه آمدم. بازم فکر کردم. هر بار که فکر میکردم و او همه فریبکاری و خیانت عنایت یادم میامد، بازم رایم به طلاق گرفتن ختم میشد. عنایت بالاخره به خانه ما آمد با جمع از بزرگای خانوادهش. از ام معذرت خواهی کرد. گفت بیا از ما جدا نشو. ما از همه کارهای خلاف دست کشیدیم. توبه کردیم و نزد تو پاک برگشتیم. بیا دوباره زندگی ما را از سر بسازیم. ما دلم نمیخواست به او اعتماد کنم، ولی بقیه اعضای خانواده اصرار کردن که باید دوباره به زندگی ما فکر کنم. بالاخره قبول کردم. دوباره رفتم و به زندگی کنار شوهرم ادامه دادم. 2 سال گذشت. نه چت و نه هم بوی چرس از لباس و بدنش حس کردم. دوباره به او اعتماد کردم. نفرت سابقم را فراموش کردم. حتی او عکسایی که ازش داشتم را پاک کردم. نزد دکتر اعصابم رفتم. دوا گرفتم. دیگه او صداهایی که مغزم را میخورد از سرم دور شد. کم کم خوشحال شده بودم. یک روز صبح زود بود که شوهرم گفت به خاطر کارش باید بره به یک هفته به یکی از ولایت‌ها. ما هم هیچ چیز دیگه در فکر نداشتم و برش اجازه دادم بره. ولی یک هفتهش به 2-3 هفته تبدیل شد. از شوهرم هیچ خبر نشد. با خسرانم صحبت کردم. زیاد ترسیده بودم. فکر کردم حتما کشته شده. دبم یا چیز دیگه. پالیدن اونا 2-3 ماه در بر گرفت. وقتی جستجو کردیم شوهرم و 2 رفیقش در زندان بودن. اونا از محفل دستگیر شده بودن. کنوا و اقسام مواد مخدر در او استفاده می شده و همچنان مرکز فحشای زنای پشوری بوده. نمیگم در کدام ولایت بود، ولی فهمیدم که واقعیت داشته، چون شوهرم گذشته ای کار را داشت. خسرانم ای حرفا را یک تهمت دانستن. پول رشوه دادن و چند نفر را واسطه کردن. شوهرم از زندان رها کردن، ولی ما قسم خورده بودم که وقت دیدمش یا او را میکشم یا خودم را. بالاخره او به خانه آمد و به جایی که پشیمان باشه خیلی خودش بیگناه می دانست. با ما که روبرو شد برش گفتم که باورش نمی کنم. او هم عصبانی شد. گفت بله ای کار کردیم. خوشام گذشت. تو چی هستی که ازم پرسان کنی؟ بازم میرم. بیاز و تو را زیاد تحمل کردم. رهایت می کنم و برو نوکر خانه پدرت شو. ای حرفاره که زد مام چاقویی که نزدم داشتم را برداشتم. بدونی که متوجه شوه به گلونش حمله کردم. چاقو مستقیم به شاهرگش اصابت کرد. ازش خون ریخت. اولادایم پیشم نبودن، ولی خواهر شوهرم به اتاق آمد. متوجه خون ریزی زمین و برادر شد. چیغ زد و سر و صدا را انداخت، ولی ما پشیمان نبودم. ایوارم آمد. مرا لتو کوب کرد. من مقاومت کردم، ولی آخرش به پلیس حوزه تسلیمم کردن. جرمم ثابت بود. مرا به زندان بردن. با وجودی که بعد از کشتن عنایت خیلی روزهای بد را دیدم، ولی تا هنوزم که خیانتایش یاد میایه از کارم پشیمان نیستم. پایان داستان.